یکشنبه دیگر و یک فرصت دیگر برای همراهی با مطالبات برحق مردم ایران و فرصت دیگر برای افشای جنایت های رژیم دیکتاتوری مذهبی در ایران. خواسته این گرد همایی و گرد همایی های مشابه هواداران با حکومت جان و ایرانیان ایران دوست در کشورهای مختلف همان خواسته بنیادی و اساسی مردم ایران یعنی سرنگونی رژیم مذهبی در ایران و نفی هر گونه دیکتاتوری چه در شکل عوا و عمامه و چه در شکل ساده تخت می باشد. رژیم عوا و عمامه در هر تخیز چای اجتماعی در پیش رو طبق معمول همان گونه که دیکتاتوری شاه عمل کرد به افزایش سرکوب و اعدام ها رو یاد کرد. بیش از 70 اعدام در کمتر از 2 هفته و تعداد بسیاری دیگر در انتظار جزاهای مرگ. راه حل این رژیم برای مقابله با سرپس انتخاب موسط یعنی سرنگونی بودن. قابل توجه است که اوائل ماه مه امسال دولت کانادا 1.9% به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران به لیست تحریم های خود علیه ایران افزود. این 11 بسته تحریمی دولت کانادا علیه ایران در خیزش سراسری مردم ایران و حمایت ایرانیان آزاده در خارج از کشور از این خیزش ها یک نکته مهم انکار ناپذیر به چشم می‌خورد و آن نزدیک شدن به پایان عمر رژیم انقلاب آفرین و آزادی کشور. حسین بیضایی خبرنگار تلویزیون ایران آزادی سوئد شد.